در رابطه به کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان انتقادها از کارکرد کمیشنران و در مجموع در اعضای این کمیسیون بیشتر صحبت میکنیم با جناب احمد زیا رفعت استاد دانشگاه کابل جناب استاد خیلی ممنون که تشریف آوردین در ابتدا اگر بپردازیم به چگونگی کارکرد کمیسیون و با باور شما آیا توان جمع کردن همی مشکلات و همی بار سنگین دارن اینا؟ با درود، این بار اگرچه سنگین هست ولی خب کمیسیون باید که آمادگی های لازم را می داشت برای اینکه آمادگی های لازم را می داشت امکان های هم فراهم بود اما چون این معلوم میشه که به دلیل ضعف مدیریت نتانستند که چشمانداز در مورد انتخابات داشته باشند به این معنا که باید یک سلسله احتمال را در نظر می که وقت انتخابات برگزار میشه و برای برگزاری انتخابات اینها برنامه ریزی کرده بودند در برنامه ریزی های خود قطعا باید اعتمال ها را در نظر می گرفتند که به طور مثال بعضی از این چیزهایی که پیش بینی شده بود که اجرایی بشه اگر درست اجرایی نشه در هر مرحله طرح بدیل چی باشه در اینجا اینها معلوم میشه کم آوردن و این یکی از ضعف جدی مدیریتی است البته در چنین کارهای بزرگ همیشه مدیران باید آمادگی داشته باشند که اگر کارها به خوبی پیش نره خب به صورت استراری چی آمادگی داشته باشند حالا معلوم میشه کمیسیون انتخابات در این مورد هیچ پیش بینی نداشت از جمله به طور مثال مسئله بایومتریک و چالش هایی که از این ناحیه ایجاد شد در واقع کمیسیون انتخابات در عمل خودش هم درمانده شده که خب چی باید بکنه در شرایط تجاری آنچه که واقعا باید اصلاح شود و بحثی که شما را نگران ساخته که حداقل این وضعیت باز به درازا بکشه و انتخابات گذشته تکرار شود کدام مورد است؟ یک سرعت است یعنی اینها باید دقت داشته باشند که حقیقت زمان طولانی میشه این طولانی شدن زمان شک و گمان ها را زیاد میکنه وقتی شک و گمان ها زیاد شد این بر روی افکار عمومی اثر میگذاره وقتی روی افکار عمومی اثر گذاشت زمانی که نتیجه اعلام بشه اگر طرف های انتخابات نتیجه را نپذیرن در واقع افکار عمومی را یک مقدار با خود دارن کدام افکار عمومی؟ همان افکار عمومی که از قبل در واقع بیباور شده بوده نسبت به نتیجه انتخابات ولو حتی نتیجه خوب هم رقم زده بشه کافی است که کسانی که نپذیرن این طولانی شدن را دستاویزی کنن برای اینکه بگوین خوب در رأی ها دستکاری شده چه باید کنند؟ در حال حاضر دیدم میشه که بحثی که حالا نیاز است که اقدام کنند بازشماری است اما دیدم میشه که دو دستگی وجود داره سبا همگرایی گفته که باید سقف آرا مشخص شد و بعد از اون دنبال شماره شعارا بریم اما طرف های دیگه خواهان بازشماری شماری آرا کمیسیون چطور میتونه امی غباری که حالا ایجاد شده با بابا شما که یک پیش زمینه به خاطر تیمی که به بازه میتونه مردم با خود داشته باشه یا چطور برطرف کنه؟ خب طرف های انتخابات که منظور نامزدان هستن توقع توقعهای گوناگون داشته باشن اما وظیفه کمیسیون انتخابات است که مطالعه کنه که کدام کار نتیجه مطلوب را میتونه در پی داشته باشه وقتی به با این موضوع دقت کنه میتونه که نامزدان را متقاعد کنه با تکیه به استدلال های فنی و معقول تصور سوار نمی کنم که اگر کمیسیون در صورتی که دلیل های منطقی برای اجرای کردن کارهای خود داشته باشه خب حالا نامزدان نپذیرن و مطمئن هستم که آنها را میتونن قناعت برن جایی که بین نامزدان اختلاف نظر ایجاد میشه در واقع این اختلاف نظر برخواسته از سردرگمی خود کمیسیون انتخابات از وقت کمیسیون انتخابات سازوکار معین تعریف شده و منطقی را نمیتانه بیرون بده خب است که نامزدان هر کدام باز به جای کمیسیون انتخابات تعریف خود را میتونن از یک سازوکار موثر داشته باشند واقعا چطور میشه که امیر برطرف ساد و امی مشکلی که ایجاد شده مثلا بحث تاخیر و چند بارم نقض شدن قانون و امو اسکجول انتخابات ناشی از چی است؟ آیا جانبداری وجود داره در کمیسیون مستقل انتخابات و یا اینا در پیش برد امور ناتوان هستند بلد نیستند؟ یکی اینکه بین مدیران ارشد کمیسیون انتخابات اختلاف نظر وجود دارد در مورد چگونگی برخورد با رای ها مشکل دیگر این است که بین کمیشنران کمیسیون انتخابات و دارالنشا اختلاف دیگر وجود دارد. یعنی ما اما شاهد دو گونه اختلاف درون سازمانی هستیم اختلاف های درون سازمانی طبیعی است که تاثیر خود را میگذاره بر روی اینکه خب نگرانی ایجاد کنه و سوء زن را نسبت به کمیسیون افزایش بده مشکل دیگری هم اختلاف نظر در مجموع بین کمیسیون انتخابات و شرکت در هست و از ببینید حالا کمیسیون در واقع خودش وقتی گرفتار اختلاف های جدی درون سازمانی میشه چی انتظار باید داشته باشه که واکنش مردم و نامزدان نسبت به کارکردهای کمیسیون چی باشه در اخیر استاد امی روند کالا ایجاد شده فکر میکنین که تاخیرها کش و قوس ها ناشی از چی است و پشت از این بحث سیاسی هم وجود داره و یا نه فقط بحث فنی و حتی تصمیم گیری هایی که از سوی کمیشنرها اعمال میشه اینا خودشان شخصی است تصور نمیشه چندان که پشت سر این مسئله انگیز های سیاسی باشه اما مشکل های فنی مشکل جدی است چون نخستین تجربه بایومتریک بود به البته برای کمیشنران برای خود کمیسیون تجربه دوم ولی برای کمیشنران تجربه نخستین بود این مشکل ایجاد کرد فراموش نکنید که کمیسیون حالا تنازایی که برش مانده که یک یعنی مقدار اعتماد ایجاد کنه این است که نتیجه قسمی را آغاز کنه توجه داشته باشین که پیوسته هم در رسانه ها و در بحث که در میان نامزدان کمیسیون و رسانه هاست همه صحبت از نتیجه ابتدایی است در اینجا یک چیز دیگر هم مسکوت مانده نتیجه قسمی که در واقع پیش از نتیجه ابتدایی باید اعلام بشه که نسوی رسان ها ای به عنوان یک مثلا مطرح شده و نه خود کمیسیون در این مورد ازار نظر میکنه در واقع همه صحبت از یک ضرب عجل است که نتیجه ابتدایی اعلام میشه اما پیش از نتیجه ابتدایی خب جایگاه نتیجه قسمی در کجاست باید اعلام شود؟ بله به صورت منظم باید هر یک روز دو روز یک مقدار کاری که اینا بر روی رعیان میکنند نتیجه را باید در پایان روز با رسانه ها شریک کنن که به این میگن نتیجه قسمی و ای در قانون انتخابات آماده است که کمیسیون مکلف است که تا پیش از نتیجه ابتدایی نتیجه قسمی را نیز اعلان کنه. بسیار زیاد تشکر جناب استاد که تشریف آوردید.